بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله سخنرانی های استاد شجاعی پیرامون وجود مقدس امام زمان، بحث وظایف دوران پیش از ظهور، تاریخ 6/10/75، تلفن تماس 501-26-41، مؤسسه فرهنگی خیریه منتظران منجی علیه السلام. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و اما بعد، فقط قال الحکیم فی کتابه الکریم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین. هدیه به پیشگاه مقدس امام زمان علیه السلام. صلوات خط بفهمید. به مناسبت میلاد با سعادت حضرت صاحب سلام الله علیه، بحثی رو در مورد وظیفه ما در دوران غیبت خدمتون عرض میکنم. چند چیز رو ما باید به عنوان مقدمه بدونیم تا بتونیم انشالله به وظیفمون در زمان غیبت پی ببریم. من فقط اون چه که الان به زمان خودمون مربوط هست و به ما به عنوان یک مسلمان ایرانی مربوط هست خدمتون عرض خواهم کرد. مقدمه اول این هستش که یک ارتباطی بین اسلام و ایران هستش. این ارتباط هم در قرآن آمده، هم در احادیث که از معصومین علیه السلام به دست ما رسیده وارد شده. در قرآن داریم: یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، که ای کسانی که ایمان آوردید، اگر کسی از شما از دین خودش برگرده، خداوند در آینده دور سوف آورده بر سر مزاره، در آینده دور قومی رو خواهد آورد که خداوند دوستشون داره و اونها هم خدا رو دوست دارند، که اینها در مقابل کفار خیلی شدید و محکم هستند و در مقابل مؤمنین متواضع و در راه خدا می جنگند و از ملامت هیچ ملامت کننده ای ترسی ندارند. این تا اینجا که عرض کردم آیه قرآن هستش. عرب ها خیلی بهشون برخورد که این حضرت این آیه رو قرائت فرمودند. سوال کردن کی هستن اینهایی که میخوان بیان بهتر از ما. ابی اکرم دست گذاشتن روی شانه سلمان فارسی و فرمودن که از خاندان این هستند، هم میهنان این هستند که خواهند آمد. احادیث بسیار هست در این باره، هم آیات هم احادیث داریم. ما احادیث الا ماشاءالله داریم در مورد فضیلت ایرانی ها و ارتباطی که بین ایران و اسلام هست. در زمان خلیفه ثانی
که حمله کردند برای فتح ایران، امیرالمومنین علیه السلام خطاب به لشکر اسلام فرمودند: تضربوهم علی تنزیله ولا تنقض الدنیا حتی یضربوکم علی تعویله. شما امروز به سر ایرانی ها شمشیر میزنید برای نزول قرآن و دنیا به آخر نمیرسه مگر اینکه اونها بر سر شما شمشیر خواهند زد به خاطر تعویل قرآن و اینکه شما رو برگردوندن به اصل قرآن. و زیاد داریم در از امیرالمومنین علیه السلام در این رابطه، احادیث زیادی داریم. من یه زمانی شاید اون موقعی که در دوران جنگ رو این قضیه تحقیق میکردم، ارتباط بین انقلاب اسلامی و اسلام، شاید نزدیک به ده ها روایت من جمع آوری کردم در این رابطه. ولی این کتاب هم میدم کتاب هم گم شده دست شماست پس هم. و بقیه معصومین هم همینطور ارتباطات بین اسلام و ایران رو در کلامش زیاد ما داریم و خیلی هم عنایت داشتن این بزرگواران به ایرانی ها و ایران. یک، شما شاید تولد پیغمبر که میشه ببینید چه ارتباطات عجیب و رمز و رازهایی هستش. میبینید که چش آتشکده فارس خاموش میشه، کنگره کاخ کسرا تو ایران میریزه، دریاچه صابه خوش میشه. ببین تولد پیغمبر در مکه است، اتفاقات در کجا افتاده؟ در ایران داره اتفاق میفته. اینها حضرت امام سلام الله علیه خیلی ظریف این اتفاق رو تعبیر کردن، فرمودن که از کجا وقتی 14 کنگره از کاخ کسرا در زمان تولد پیامبر شکسته میشه، از کجا معلوم که معنی این شکسته شدن این نیست که 14 قرن بعد بساط ظلم و طاغوت در ایران برچیده خواهد شد. یه موقع بنده میام اینو خدمت شما عرض میکنم، شاید سخیف باشه از زبان من این جمله، ولی کسی شخصیت مثل حضرت امام سلام الله علیه که در طول این مدتی که ما شناختیمش اونطور شناختیمش که مثل معصومین اهل مبالغه نبود، اهل گزافه گویی نبود، اهل افراط نبود، هیجان بهش غلبه نمیکرد که چیزی رو یه دفعه در کلامش بگه، در سخنرانیش بگه. وقتی داره برای یک امت صحبت میکنه این رو حضرت میفرماید، معلوم است با چه بینش عمیق امام این جمله رو میگه. یه چیز دیگه هم ایشون فرمودن که حضرت زهرا سلام الله علیها در این دورانی که بعد از رحلت پیامبر زنده بودند، جبرئیل دائما خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها می‌رسیدند و مطالبی رو انشاء می‌کردند. حضرت زهرا سلام الله علیها می‌نوشتند. می‌دونید که صحیفه داریم ما به نام صحیفه فاطمیه که دست حضرت امام زمان علیه السلام هست این صحیفه. خب شما قطعا طبیعی هستش که از زهرا میپرسه که به هر حال آینده چه خواهد شد. این طبیعی ترین چیزی است که ما میتونیم بفهمیم، هر کسی میتونه متوجه بشه که از زهرا سوال میکرد در مورد آینده و جبرئیل هم علیه السلام به حضرت سلام الله علیها میگفتن که آروم کنه حضرت رو، حضرت زهرا رو، حوادث آینده بنا. امام خیلی زیبا فرمود از کجا معلوم که از اون جمله چیزهایی که حضرت جبرئیل به حضرت زهرا سلام الله علیها عرض کرده قضیه ایران و ایرانیان و انقلاب اسلامی ایران نباشه. حقیقتش هم که شما ناکنید تنها کشوری که الان پرچم داره معصومین علیه السلام هست همون هست. ذکر مصائب اینها میشه، ذکر شادی اینها میشه در ایران هستش و نمیشه بین ایران و اسلام یک فاصله باشه. باز در روایات زیاد داریم در مورد این ارتباط بین ایران و اسلام و ارتباط بین ایران و انقلاب جهانی امام زمان علیه السلام. اینم همینطور.
در روایات ما داریم که قبل از ظهور عزت انقلاب هایی میشه. شهید مطهری رحمت الله علیه در اون کتاب قیام انقلاب مهدی علیه السلامشون خوب توضیح دادن این رو. خیلی هم طبیعی هستش که قبل از ظهور حضرت، حضرت پایگاهی رو در جهان داشته باشه. ببینید ائمه اگر قرار بود با نیروی غیبی، قوت‌های ماوراءطبیعه کار بکنن، خب خود پیغمبر این کارو می‌کرد، خود از دلیل این کارو می‌کرد، معصومین دیگه بودن این کارو می‌کردن. بنای نبوده که جز در یک موارد استثنایی از نیروهای ماوراءطبیعه استفاده بشه. بنای این بوده که روال طبیعی کار انجام بشه و مردم از طریق طبیعی به سمت اسلام بیان و اسلام فراگیر بشه. خب اونها نتونستن. در تحلیل مفصلی هم من خدمتتون قبلا شاید عرض کرده باشم که دو تا عامل بزرگ مانع راه همه ائمه بود، یکی جهل مردم بود و یکی هم وجود طاغوت‌ها و مستکبرین بود که همیشه این مشکل برای ما درست کردن. امام زمان علیه السلام چرا الان غیبت میکنه؟ به قول مرحوم خواجه رحمت الله علیه، و غیبته منا، غیبت حضرت از ماست. یعنی ما زمینه رو باید فراهم کنیم. حضرت که دوست نداره که از نظرها پنهان باشه، دوست نداره که این قضیه فساد و ظلمی که حاکم بر جهان هست طول بکشه، ولی زمینه فراهم باید باشه، یعنی مردم باید بطلبن و بخوان که فراهم بشه. کسایی که اشتباه کردن و مردم رو به اشتباه انداختن، گفتن که دنیا باید سراسرش رو ظلم و فساد بگیره و تا حضرت بیاد. لذا ما نباید مصلح باشیم و اصلاح بکنیم، ما باید فساد بیشتری کنیم تا زمینه ظهور فراهم کنیم با این فسادم. به سمت اصلاح برخورده با مستکبرین، جنگ با طاغوت، جنگ با امریکا مستکبرین نریم. این روش اصلاحی هست و این باعث میشه انقلاب دور بیفته. در حالی که وقتی همه جا رو ظلم و فساد بگیره، حضرت که قرار نیست بیاد که از طریق غیب عمل بکنه. که حضرت به قول در روایت داریم اونقدر شهید میده تا رکاب شمشیر میگیره، خون میگیره تا رکابش رو. حضرت به طور طبیعی میزنگه، درست از قدرت‌های غیبی استفاده میکنه، ولی اینجوری نیست که بیاد بشمارسه خلاصه همه رو بکشه و بیاد بشینه. قرار بود اینجوری بکنه، خب چرا معطل کرد 1000 خورده سال؟ همون موقع این کارو میکردن دیگه. بنا این هستش که کار طبیعی صورت بگیره و حضرت میاد، سرباز داره، جنگ داره و خب همین چیزی که معمول هستش. از قدرت غیبی برای چی استفاده بکنه؟ برای غلبه بر کل جهان. اما جنگ داریم، خیلی چیزهای دیگه داریم، مشکلات داریم. خب حضرتی که میخواد بیاد برای کدوم مردم میخوان بیان؟ وقتی همه مردم بدون استثنا در سطح زمین اهل فساد و ظلم و جور هستن، کی اصلا میاد کمک حضرت میکنه؟ آه چه کسی و حضرت داره بیاد کمک کنه؟ تنهایی قرار بیاد به کی حکومت کنه؟ برای کسایی که نمیخونش، برای کسایی که اهل فساد هستن، برای کسایی که اینطور. اصلا هیچ عقلی اینو جواب نمیده ما. و خیلی معقول و منطقی است که حتما در زمان ظهور حضرت مردم زیادی باشن که خودشونو خالص کرده باشن برای حضرت، دوست داشته باشن حضرت رو، آماده کرده باشن خودشون رو برای اومدنشون. برای همین هست که در روایت ما داریم که قبل از ظهور حضرت جاهای انقلاب میشه، مردم آماده میشن و خودشون فرمودن که از شرایط ظهور این هست که مردم واقعا تمنای حضرت رو داشته باشن در دلشون، مصلح جهانی رو بخوان در دلشون. و سه شرط دیگه هم گذاشتن، اون توجه به اسلام، شناخت اسلام و گرایش به اسلام در سطح جهان. و این وظیفه ماست که این مقدمات رو اینطور فراهم بکنیم. حضرت امام هم سلام الله علیه خودشون بارها تصریح کردن به این اتصال بین انقلاب ایران و ظهور امام زمان علیه السلام و انقلاب جهانی حضرت سلام الله علیه. و ما الان مردم عصر ظهور هستیم و هیچ شکی هم نداریم که انقلاب ما متصل خواهد شد به انقلاب حضرت. حضرت باقر علیه السلام هست میفرماد اگر من انقلاب ایران رو درک میکردم، خودم رو سرحال سالم نگه میداشتم، محافظت میکردم برای ظهور. یعنی اینقدر نزدیک هست که یه عمر طبیعی یه انسانی که انقلاب ایران درک کرده میتونه امیدوار باشه که
امام زمان علیه السلام رو هم درک بکنه. خب ما به هر حال در یک همچین شرایطی متولد شدیم، قرار داریم در این انقلاب، در این جنگ، در حوادث بعد از جنگ. خب حالا ما چه بکنیم چه نکنیم، چه وظایفمون رو عمل بکنیم و چه نکنیم؟ کسایی هستن که خداوند مأمورشون کرده که این مقدمات رو فراهم کنن. چه خوب هستش که ما جز اونها باشیم. در روایت داریم که عجب روایت تکون دهنده است، میفرماید که ان الله یؤید هذا الدین برجل الفاسق، خداوند دینش رو با افراد فاسق هم کمک میکنه. ان الله یؤید هذا الدین برجل الذی لا خلاق له، خداوند دینش رو یاری میکنه توسط کسایی که هیچ بهره ای هم خودشون از این دین نداره. نکنه ما اونجور باشیم خودمون، انشالله که ما اونجور نباشیم، مثل این تونچیای حمام که دائما خودشون سیاه هستن تو موتورخونه حمام، ولی حمام رو گرم میکنن برای دیگران که برن توش تمیز بشن. اینجوری نشیم ما، اینجوری حمالی نکنیم برای اسلام. بخوایم که اولا ما جزء سربازای اسلام، جزء جنود الهی باشیم، و ثانیا از کسایی باشیم که خودمون هم بهره ببریم. در این دعای ایام شبهای ماه مبارک رمضان دیگه داریم میرسیم بهش، نزدیک است. هر شب این دعا وارد شده، بعد از دعای افتتاح این دعا وارد شده که خدای از تو میخوام، اللهم برحمت کف صالحین فادخلنا و فی علیین فرفعنا، تا میرسیم جایی داریم که عرض میکنه به خدا، من خدایا از تو میخوام که انتصر بهی لدینک ولا تستبدل بی غیری، خدایا منو از کسایی قرار بدی که دینت رو به وسیله او یاری میکنی و کسی هم جای من نمیذاری. یعنی من این شرافت رو میخوام که از سربازان امام زمان باشم، از سربازان تو باشم، از کسایی نباشم که مخالفم، از کسایی نباشم که سنگ اندازی میکنم در جریان اصلاح امور و زمین سازی ظهور حضرت، از کسایی نباشم که مقابله بکنم با این، با فسادم، با گناهم، با تباهیم، با منحرف کردن دیگران، با بیغیدی های خودم، با بیخیالی های خودم، بلکه از کسایی باشم که دینت رو به وسیله من یاری کنی و کسی هم جای من قرار ندی. ببینید این خیلی مهم هست. چجوری هست این دعا؟ که ما این شرافت رو بهش برسیم، بهش دوست داشته باشیم، به این برسیم. عجیب هم هستش که این رو در شبهای ماه مبارک رمضان وارد شده. حالا یه ارتباطی بین ماه مبارک رمضان و امام زمان علیه السلام هست، اون رو یه بحث شیرین دیگری هستش که چه ارتباطی بین امام زمان علیه السلام و ماه مبارک هست و ارتباط سگانهی که بین ماه مبارک رمضان، امام زمان و سربازای امام زمان هست. اینم خیلی عجیبی است. اگر کسی دعاها رو نگاه بکنه به ادعیه ماه مبارک، این رمز رو خوب میتونه بهش پی ببره. این مقدمه ما که ما الان در این شرایط قرار داریم. قرار داشتن در این شرایط یک وظایفی رو به عهده ما خواهد گذاشت، این که به طور واقعی منتظر حضرت باشیم. منتظر حضرت یعنی یک انتظار صحیحی بکشیم، مثل انتظاری که یک نفر بزرگان ما فرمودن، مثل انتظاری که یک صاحب خانه برای مهمان میکشه. صاحب خانه چیکار میکنه؟ خونش رو تمیز میکنه. الان ما وارد خانه شدیم، آقای رستمی منزلشون رو جوری آماده کرده بودن، خب جارو کردن، تمیز کردن، اسفند گذاشتن، تزیین کردن اینجا رو برای مهمانای میلاد امام زمان علیه السلام. جلوی خونه رو که دیدید که جارو کرده بودن، گلدون گذاشته بودن، روشن کرده بودن، این مهیه. خب به آقای رستمی بگیم آقای رستمی شما در مغرب به بعد استراب نداشتی که مهمون ها میخواستن بیان، کی میان، دیر نه یا مجلس شروع بشه؟ که میگه چرا، ولی من استراب هم داشتم، من اینجوری هستم، استراب داشتم. همه همینطور هستن، منتظر مهمون، هم خودشون آماده میکنن، هم استراب دارن، آماده هستن که هر لحظه مهمان برسه، هر لحظه. اینطوری باید اینجوری برای امام زمان علیه السلام باشیم که آب و جارون کرده باشیم، آب و جارون کرده باشیم و منتظر باشیم. منتظری که گوش به زنگ حوادث هست، تعقیب میکنه حوادث رو، حوادث جهان رو، حوادث کشورش رو، که ببینه کی خواهد آمد و کی او باید وظیفش رو
انجام بده. این حالت انتظار، قدیمی های ما اینجور بودن که هفته به هفته، خیلی عجیب است، در جمعه ها چی کار میکردن؟ چون جمعه و هاذا یومون متفق افی ظهورو، در دعای روز جمعه خطاب حضرت میخونیم که این روز جمعه روزی هستش که متوقع هست ظهور تو در این روز، ما منتظر تو هستیم در این روز برای ظهور تو. اینها هفته به هفته بچه هاشونو آموزش نظامی میدادن، حالا به رسم خودشون، و با سلاح اسلحه میمدن تو نماز جمعه شرکت میکردن. منتظر این نجری هاست. این کار سمبولیک و قشنگیه، ولی خیلی معنا داره. این خیلی معنا داره، یعنی ظاهریست. علی علیه السلام فرمود از ظاهر و انوان الباطن، ظاهر حکایت میکنه از اون باطن، حکایت میکنه. یک ظاهریست که من خودم رو آماده کردم، میام در نماز جمعه شرکت میکنم، با اسلحه هم شرکت میکنم، هر آن حضرت میخواد تشریف بیاره و من آماده جنگ باشم هر آن. این انتظار، انتظار سازنده هستش، برعکس اون انتظاری که اول بحث عرض کردم، انتظار مخرب، که انسان همه چی رو وا بگذاره، بگه که دستاشو بره بالا، بگه خب جریان بگذره، تاریخ بگذره، مرد هر کس بذاره حضرت خودش بیاد کارا رو درست بکنه. حتی بعضی از روایت هم که ما داریم، روایت درسته اما معنا نتونستن بکنن، اونها رو بهانه قرار دادن که بهانه عافیت طلبی های خودشون، بیخیالی های خودشون، سکوت در مقابل فساد، در مقابل ظلم، در مقابل طاغوت ها، اینا رو بهانه قرار دادن. یه چند روایت هستش من بخونم براتون در مورد ظهور. یه سلام خط بفرمایید. می‌فرماد المنتظرون لظهوره افضل اهل كل زمان. از سجاد علیه السلام فرمود که منتظرین ظهور آقا بهترین مردم هر زمان هستند. کسی که منتظر باشه، این هم یک خبر هست برای ما، هم یک امر هست برای ما، یعنی هم جنبه خبریت داره هم جنبه انشائی داره. از طرف ما میگه که اونهایی که منتظر هستن، منتظرین واقعی، بهترین مردم هر زمان هستن. اگر ما این چنین باشیم، باید خدا رو به این مژده شکر کنیم. از طرفی هم این بهترین اهل هر زمان هستن یک امر هست، یعنی باید بهترین اهل هر زمان بود تا منتظر بود. منتظر نمیتونه بهتر نباشه. حالا میرسیم چرا اینجوری هستش. افضل العباده انتظار الفرج، بالاترین عبادت انتظار فرج است. و اینم در این جمله، در این حدیث هم چقدر حرف هستش که چرا بالاترین عبادت انتظار فرج هست. منتظر بودن، هم منتظر با خصوصیات مهم خودش، با خصوصیات واقعی یک منتظر، بالاترین عبادت هستش. این انتظار، انتظاری که ما میگیم انتظار سازنده، یک علائمی داره. ما حالا باید بدونیم که اون علائم رو ما داریم یا نداریم، اون نشانه های منتظر واقعی رو داریم یا نداریم. اولین خصوصیت یک منتظر، همونطور که خدمتون عرض کردم، این استش که خودش رو آماده میکنه، خودش رو آماده میکنه. خب ما چجوری میتونیم خودمون رو آماده کنیم؟ بفرمایید شما چی میگه؟ ما چجوری میتونیم خودمون رو آماده کنیم به عنوان یه منتظر؟ خب ظهور عملیش چیه؟
ما با خودسازی میتونیم آماده بکنیم خودم. یعنی کسی میتونه بگه من آمادم، آماده هستم. مثلا فرض فرمایید دوشی میگه من میخوام آمادم برم مسابقه بده، مثلا به شما دعوت میکنم شما حاضر بدید مسابقه کشتی بدید یا در مسابقه فوتبال مثلا شرکت کنید، من آماده. آماده یعنی چی؟ یه تواناییشو دارم دیگه، خودم آماده کردم، تمرین کردم، مقدمات کار رو فراهم کردم، آماده است. آماده است یعنی چی؟ یعنی میدونم چیکار باید بکنم. اولین نشانه یک منتظر واقعی آمادگی است که اون هم با خودسازی حاصل خواهد شد. خودش رو چکار کنه؟ شخص بسازه، یعنی خودش رو فراموش نکنه. حتی اگر خدمت به اسلام میکنه خودش رو فراموش نکنه. یعنی ما نباید از خدمتگزاره باشیم که اصل فراموش بشه. فقط خدمتگزار بودن اسلام کافی نیست، خدمتگزاری که خودش هم بهره خودش رو فراموش نمی کنه، سهم خودش رو فراموش نمی کنه. بارها من عرض کردم به دوستان که امام زمان جوش زنهای بیمخ رو نمیخواد. کسایی که هرس میزنن، جوش میزنن، تلاش هم میکنن اما اندیشه ندارن. اون چیزی که خیلی مهم هست و میتونه زمین ساز باشه و خیلی خوب عمل بکنه اندیشه هست. این توجهش بفرمید. با یک همچین شرایطی هست که حضرت امیر علیه السلام میفرماید المنتظر لامرنا کل متشهد به دمه فی سبیل الله. کسی که منتظر امر ما هستش مثل کسی هستش که در خون خودش در راه خدا غلطیده. منتظر واقعی این چنین هستش. بعد مژده میدن به منتظرینی که عمرشون کفاف ادراک حضرت امام زمان علیه السلام رو نمی کنه. فرماید که ما ذر من مات منتظرن لامرنا الله یموت و فی وسط فسطات المهدی علیه السلام و اسکله. فرماید کسی از شما که منتظر هست ضرر نکرده، اگر بمیره منتظر شما کسی تو شما منتظر هست ضرر نکرده، اگر بمیره و در وسط چادر حضرت و در میان لشکر حضرت نبوده. در یک روایت دیدم کسی که به مرز انتظار برسه، انتظار واقعی برسه، اگر مرد ثواب کسی رو داره که من مات منکم علا هذا الامر منتظرا لهو کان کمن کان فی فسطات القائم علیه السلام. می فرماید که هر کس در حالت انتظار بمیره قبل از ظهور برای او تمام اجر و فضیلت کسی است که در چادر حضرت نشسته، در کنار حضرت نشسته. ببین اسلام هیچ وقت انسان رو اسیر صورت خارجی نمی کنه که آقا من حتما باید به صورت خارجی هم به این فیض نائل بشم. خیر، انسان باید در درون برسه. اگر در درون رسید انما الاعمال بالنیات، همه چیز رو ادراک کرده. ای برادر تو همه اندیشه ای. به این اندیشه اگر کسی رسید حضرت بفرماید دیگه فرق نمی کنه که این حضرت رو درک بکنه یا نکنه، دیگه فرق نمی کنه در چادر حضرت باشه یا نباشه، در لشکر حضرت باشه یا نباشه. این تمام اجر و فضیلت کسی که با حضرت بوده و در رکاب او شهید شده رو خداوند تبارک و تعالی بهش خواهد داد، به شرطی که همونطور که خودشون فرمودن منتظرن امرنا، اهل انتظار برای این کار باشه و این جز با خودسازی حاصل نخواهد شد. دومین نشانه از نشانه های منتظر واقعی مسئولیت پذیری هستش، که منتظر واقعی اهل زیر بار رفتن هست. یعنی به قول حضرت امام اون خطری رو که برای رزمنده ها و پیشکسوتان جهاد و خون پیش بینی کرده بود، اون تو اون دام نیفتاده. امام سلام الله علیه در اواخر عمرشون فرمودن که من میترسم که پیشکسوتان جهاد و خون در پیچ و خم مسائل زندگی
غرق بشن اون گرفتاری برشون فراهم بشه. یعنی دقیق میدونست که کسایی که الان شمشیر به دستشون هست یه موقع این شمشیر رو خواهند گذاشت زمین و هر کس به دنبال کار خودش خواهد رفت و یادش خواهد بیده که امام کی بود، انقلاب اسلامی چی است و او الان چه رسالتی رو به عهده داره. دقت میکنید؟ الان هستی به صورت متلک میگن الان به بچه‌هایی که استقامت کردن در این پایگاه‌های بسیج، در این صحنه‌های مقدس، میگه بابا این هنوز 57ه. 57 است. این اون حدیث حضرت صادق علیه السلام رو تداعی میکنه که در آخر زمان به مؤمنین میگن اینا پخمن، ابلهن. دارین؟ میگن بابا اینا هم الان تو باغ نیستن، اینا پخمه هستن. اینا تو چه باقی هستن؟ میگن دیگه هر چقدر اینو مطمئن باشید زمان بگذره این کلام بیشتر گفته خواهد شد. آقا تو رو به دیگران دارن میخورن، دیگران دارن چنین میکنن، دیگران دارن چیکار میکنن. برو فکر زن و بچت باش، برو فکر شکم اینا باش، فکر نون باشه، خربوس آبه و خلاصه از این متلک ها. بار کیا میکنم؟ بار همونایی که 57 موندن هستش. خیلی هم برای که این حرفا رو بهشون نزنن کشیدن کنارا، خیلی ها کشیدن کنار برای که این حرفا نشتن به قول خودشون زرنگ و زیرک باشن. این از اون زرنگ و زیرک هاست که حضرت صادق میفرمان که به مؤمنین میگن ابله و پخمه، خودشون رو زیرک حساب میکنن. خیلی ها رفتن که اینجوری زیرک باشن ولی نمیدونن که چی رو دارن دست میدن، نمیدونن چی رو دارن دست میدن. فکر کردن خب زیرنگ هستن. یکی میگه آقا ما چقدر ساده بودیم رفتیم جبهه، عجب اشتباه کردیم. ساده بودیم، همون موقع هم رفتیم دنبال نون، خیلی برای ما از اون بهتر بود. این همش ما این هستش اندیشه قوی نیست، درست نمیتونه خوب ببینه حوادث رو، خوب نمیتونه ببینه حوادث رو، که میگه ما رفتیم درس خونده بودیم بهتر از این بود که میرفتیم جبهه، اشتباهش نمیرفتیم جبهه. خیلی هم بد اینجوری آدم زحمت بکشه جون بکنه آخرام بیاد یه لغت بزنه همه رو خراب بکنه، اجرش و ثوابش و زحماتی چه چیزیده. و این مسئله هنوز هست، وجود داره و بیشتر از اینم خواهد شد. منتظر واقعی اهل مسئولیت پذیریست، یعنی هیچ وقت شون رو خالی نخواهد کرد در مقابل وظیفه که در مقابل امام زمان علیه السلام داره. آقا اصلا نظام جمهوری اسلامی هست یا نیست؟ شما در این مملکت زندگی میکنید یا نمیکنید؟ اصلا شما در آمریکا دارید زندگی میکنید؟ نقطه مقابل جمهوری اسلامی ایران، در مهد شیطان بزرگ. خب شما فکر میکنید در مقابل امام اسلامی هیچ وظیفه‌ای ندارید؟ ما همینجوری حضرتی که دوشنبه و پنجشنبه نامه عمل ما به دستش میرسه امام زمان ماست، یعنی کسی که احاطه بر ما داره. انا غیر مهملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم، ما شما را رها نکردیم و یاد شما را از خاطرمون نبردیم. حضرتی که در هفته حداقل دو بار به ما فکر میکنه، حداقل دو بار اسم ما عرضه میشه به محضر مقدسش، ما چجوری بدون حضرت زندگی بکنیم و حضرت هیچ نقشی در زندگی ما نداشته باشه؟ میشه اینجوری؟ اصلا رواست اینجوری باشه که ما از هفته به هفته بگذره هیچ یادی به رابطه خودمون با حضرت نکنیم؟ این خیلی مهم است که من دائم بگم من و امام زمان، من و امام زمان، من و امام زمان، و من چه نسبتی الان با حضرت دارم، چه جایگاهی پیش حضرت دارم، حضرت به من چه جوری فکر میکنه. امام سلام الله علیه خیلی زیبا، بارها من وقتی این فیش برداری میکردم این صحیفه نور حضرت رو، شاید 5 بار 6 بار رسیدم به این جمله. حضرت فرموده که امام امت سلام الله علیه که دوشنبه و پنجشنبه نامه اعمالتون به دست امام زمان علیه السلام داده میشه، یه کاری نکنید که حضرت پیش ملائکه شرمنده بشه از عمل کرده شما، حضرت خجل بشه. اصلا منتظر واقعی حضرت رو فراموش نمی کنه به هیچ وجه، در هر جبهه‌ای که بتونه کمک خواهد کرد برای ایجاد زمین زور، و اون هم این استش که بس اندیشه اسلامی بکنه، بس به اون اندیشه.
فعالیت های دیگه خیلی خوب هست، ولی مهم این هستش که اندیشه باید صادر بشه به همه دنیا. اگر هم بخواد صادر باشه، مرکز صادرات باید قوی باشه، یعنی کار رو خودمون، تو خانواده خودمون، در مملکت خودمون موجش بیشتر بگیره جای دیگر. شما وقتی در یه استخری یه دونه سنگ 250 گرم میندازید، حلقه درست میشه، اما این حلقه تا کنار استخ بیشتر نخواهد آمد. اما وقتی یه سنگ 10 کیلو بندازید وسط استخ، موجش چنان قوی هست که تمام آبا رو میپاشه به اطراف استخ. ما نمیتونیم ایران قوی نداشته باشیم، یک ایران ضعیفی داشته باشیم بعد موفق به امر صدور انقلاب و مقدمه سازی ظهور بکنیم. نمیشه. ما ضمن اینکه چشممون به خارج هست، باید دقیق به داخل هم باشه، حواسمون باشه، حواسمون اصلا به این باشه. اگه یه نفر فکر بکنه که بابا من دوشنبه و پنجشنبه نامه عمل حضرت میبینه، اولا کمترین لطف ما، یعنی کمترین کمکی که ما به حضرت میخوایم بکنیم، کمترین کمکمون این هستش که اولا از ناحیه خودمون اذیت نکنیم حضرت. یعنی حضرت از ناحیه ما منفعل نشه، بعد ناراحت نشه که بابا اینم ما رو اذیت میکنه با این کار. این یک، این مراقبت از خودمون. خیلی بد انسان امام زمان ناراحت کنه و ناراحتی امام زمان تأثیر وضعی در زندگی خواهد گذاشت، قطعا تأثیر در زندگی خواهد گذاشت. یه جای بالاخره یا خودت یا خانوادت یه جای کار میلنگی، خلاص اثر میذاره. یکی از اینها از دست ما ناراحت بشن، مگه میشه قطب عالم که عالم به محور او داره میچرخه از دست انسان ناراحت باشه بعد انسان خیر ببینه در زندگیش؟ نمیشه خیر ببینه، قطعا آسیب خواهد دید، قطعا یه ضررهایی بهش خواهد رسید. ممکن است ضرر ضرر اقتصادی نباشه، ولی تو روح ضرر بخوره، جاهای دیگه آسیب ببینه. اینو ما باید خیلی توجه بهش بکنه، چه خیلی نامردی هست، خیلی بد هستش که ما اذیت بکنیم با کار اون حضرت رو. لااقل شرمنده باشیم، لااقل معذرت خواهی کنیم از حضرت، لااقل سعی کنیم هر روز بهتر باشیم، تلاش بکنیم که بهتر باشیم. و هر کاری که میتونیم برای ظهور حضرت بکنیم بکنیم. و مهمترش این هستش که ما بست اندیشه اسلامی کنیم. ما یه حدیث هم تو جامعه ترویج بکنیم به امام زمان خدمت کردیم، حضرت اینا رو فراموش نخواهد کرد. خیلی هست، فضل الله المجاهدین علی القائلین اجرن عظیما. فرق است بین کسی که عافیت طلب هستش و نشسته و فقط به خودش و خانوادهش فکر میکنه و به جیبش، تا کسی که نه، به اهداف حضرت اصلا برای او زنده است، برای او نفس میکشه، به خاطر او نفس میکشه، به خاطر او زنده است، به خاطر او داره کار میکنه، همه چیش رو فدای او کرده، همه چیش رو وقف او کرده. خیلی فرق هست. یه جا یه کمکی بکنیم. دیدید یه جا هیئت هستش، یه نفر کفش رو جفت میکنه، یه نفر بالاخره اسفند دود میکنه، یه نفر جارو میکنه، یه نفر چای میده، یه نفر صحبت میکنه، یه نفر نمیدونم تو آشپزخونه وایساده، همه میگن آقا ما زیر علم امام حسین چیزی گیرمون میاد، نمیشه آدم دستگاه امام حسین کار نکنه، بیکاری بده تو دستگاه امام حسین. هر کس فکر کنه چیکار برای امام زمان میتونه بکنه با توجه به استعدادهای خودش، توان خودش، چه کاری برای امام زمان میتونه انجام بده؟ خیلی بد است، چقدر بی برکت عمر و استعداد و جوانی و اندیشه‌ای که نشه ازش استفاده برای امام زمان کرد، چقدر بی برکت هستش این عمر. خیلی بد است که ما بیایم فکر کنیم ببینیم که ما داریم تو چه راهی مصرفش میکنیم، عمرمون رو، اندیشمون رو، استعدادایی که داریم. حیف نیستش واقعا؟ اگه اتصال پیدا بکنه، نسبت پیدا بکنه با امام زمان، چقدر زیبا میشه، چقدر ارزشدار میشه، چقدر نورانی میشه. اتصال با بی‌نهایت پیدا کرده، خیلی زیبا میشه. تا ما بیایم وصلش کنیم به دنیا، وصلش کنیم به جهنم، خیلی فرق هست بین اینا. ای که انسان واقعا شخصه در هر جا هستش به شخص احساس مسئولیت بکنه، مسئولیت پذیر باشه. حالا یه عده جاهل هستن، یه عده فراموش کردن، یه عده پاشون لیز خورده، یه عده دچار غفلت هستن، من بگم که چی؟ بگم که همرنگ جماعت شو؟ بگم که غافل عقب نمونه؟ من دارم برای کی کار میکنم؟ آقا شما اصلا با این نظام بد، با رهبری نظام بد، اصلا نظام، اصل نظام بد، تو آمریکا باشی یا هر جای دیگه باشی، با امام زمان نمیخوای دینی نداری نسبت به امام زمان علیه السلام، کاری نمیخوای بری ازت بکنی،
بعضی اونقدر ابله هستن که بی نمازیشون هم انتساب به نظام میدن که ما نماز نمیخونیم چون نظامی چه این هستش، من روزه نمیم چه این هستش. تو به تو داری به خودت به دیشه به دیشه خود دیشه به دیشه خودت میزنی، خودتو بد بخواهی کرد با خدا که لج نمیشه کرد. اینا همش بهانه است. ما باید مسئولیت پذیر باشیم تا میتونیم. این دوتا اینا هر کدومش خیلی حرف داره ها، هر کدومش ما میخوام همین 45 دقیقه یه ساعت بس تمام بشه، یه فهرستی عرض کرده باشم خدمتتون. نکته بعد خوشبینی هستش، خوشبینی به آینده و کار خودت، یعنی باور کارت، باور کردن کارت و خوشبینی به کار. ما واقعا در مقابل کسایی که قبل از انقلاب کار کردن کارمون فضیلت نداره. شما نگاه بکنید الان ما دیگه صحنه برداشته شده، الان پشت صحنه رو ما داریم میبینیم، الان ما توی سرازیری افتادیم که آخرش منجر میشه به ظهور، همه هم دیگه لو رفته میدونن. ولی قبل از انقلاب درود به روان اونهایی که توی زندانهای شاه مقاومت کردن، به چه عشقی مقاومت کردن، اینا شکنجه دیدن و مقاومت کردن به عشق امام زمان علیه السلام، چه دست از تبلیغشون برنشتن. الان برای ما امید بخشتر هستش، جای امیدواری هست یا اون موقع؟ قطعا الان اونها تو اون تاریکی محض، تو اون ظلمت محض چه دلی داشتن که اینقدر امیدوار بودن و زحمت کشیدن این انقلاب دست ما سپردن؟ ما چقدر بهشون بدهکاریم، به همه کسایی که تو این زندانها علیه شاه بودن، به همه متدینین، مؤمنین، علمای خودمون در تبعید، در زندان، به همه شهدای انقلاب اسلامی. شهدای انقلاب اسلامی قطعا ارزششون بالاتر از شهدای جنگ تحمیلی هستش. نص سریع قرآن هستش که فرماید کسایی که قبل از فتح مبارزه کردن و جنگیدن با بعد از فتحی ها یکی نیستش مبارزشون. اون موقع تو اون تاریکی ها که هر کس دنبال کار خودش بود، اینا تو اون زندان‌های مخوف ساواک زیر شکنجه امید داشتن که یه زمان این نور به قلب همه مردم بتابه و چقدر مقاومت کردن تا این به دست ما رسیده. و ما واقعا فکر بکنیم نسبت به اونو بدهکار نیستیم، مدیون نیستیم. خب حالا که دیگه خیلی فضا روشنه، امام برای ما دیگه واقعا فضا روشن کرده، باز کرده، آزاد راحت میتونیم همه کاری بکنیم، کسی نمیاد ما رو به خاطر فعالیتی که برای امام زمان می‌کنیم بگیر. اون موقع فعالیت برای امام زمان مساوی بود با از دست دادن جونت، از دست دادن خانوادت، یک عمر شکنجه، یک عمر بدبختی. ولی الان این چنین نیستش، الان عزت، تازه اگه الان شکر تو شهادت هم باشه عزت هست، درش اسارت هم باشه عزتش، مثل اسارت اون موقع نبود که اگه طرف اسیر میشد فامیلاش هم فوشش میدادن، گفتن تو دیوانه ای، تو خولی، تو نمیدونم احمقی این کار کردی. الان اونجوری نیست. درود به اونهایی که در گذشته زحمت کشیدند، خداوند درجاتشون رو متعالی کنه، اونهایی که زنده هستن خداوند اجر عظیم بهشون عطا کنه و حفظشون کنه، عاقبت به خیرشون کنه که با زحماتشون رو به دست ما رسوندن. ما باید به آینده خیلی امیدوار باشیم، یاد بگیریم از گذشته های ما که در اون احتمال یادتون بیاد 42 چجوری امامو گرفتن با مظلومیت فرستادن ترکیه و بعدن نجف، کی فکر میکرد اینجوری بشه؟ بساطشون رو هر روزم محکمتر کردن و فهم میکردن که چقدر پایگاه محکمی دارن. ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، نمیدونستن چقدر سست هستش. میگفتن جزیره ثبات به ایران و خداوند چقدر جزیره رو بی ثبات کرد برای اون. ما اصلا حق نداریم در خودمون ناامیدی داشته باشیم. در روایت داریم در زمان بعدی به زمان ظهور امام نزدیک میشیم، مؤمنین بیشتری میبرن به جرگه فساق و کفار میپیوندن و خدا کنه که ما از اونها نباشیم. خدا ما رو این دعا میخواد برادر، این دعای غریقی که بعد از نماز میخونیم، ثبت قلوبنا علی دینک، خیلی دعای مهمی است که خدا قلب ما رو ثابت نگه داره. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. حالا حدیثم بخونم براتون، بعد این حدیثم فرماید یعتی علن ناه زمانون یقیب انهم امامهم فیا توبا لثابتین علا امر نافیزالش که زمان
زمانی میاد بر مردم که امامشون دیگه نمیبینن، غائب هست از نظرشون. پس خوش به حال کسایی که ثابت میمونن بر امر ما در این زمان. خوش به حال گفتن یعنی هر کسی نمیتونه ثابت بمونه، هر کسی این مقاومت رو نمیتونه داشته باشه. این خیلی مهم است ما ثابت بمونیم و نبریم. حوادث روزگار ما رو از امام زمان جدا نکنه. خیلی مردی میخواد، خیلی مقاومت میخواد، عرضه میخواد و مقدم از همه معرفت میخواد. یعنی هم حواس جمع شد جدا نشه از امام زمان. هیچ بهانه‌ای، هیچ مشکلی، هیچ فشاری همون تو گذشته های ما رو جدا نکرد از امام زمان و مقاومت کردن تا این هدیه رو بزرگ رو به ما دادن، هدیه عالی رو. ما هم باید حق نداریم ناامید باشیم تحت هیچ شرایطی. به نداهای جغدهایی که یک سره ندای ناامیدی هم میدن نباید گوش کرد. آیه یس بخونن برشون، آی چنین شد، آی چنان شد، آی دیگه فلان. نه اصلا اینجور نیستش. ما زمانی که شرایطی به مراتب بدتر از این داشتیم موفق بودیم و خداوند ایام الله زیادی رو نصیب ما کرد. و چطور در این حالت با این مردم خوب پیروز نشیم و موفق نشیم؟ حق نداره کسی ناامید باشه. انتظر الفرج ولا تیأسوا من روح الله فان احب الاعمال الى الله عز وجل انتظار الفرج. حضرت فرمود که انتظار فرج رو بکشید و از رحمت خدا مایوس نباشید. یعنی منتظر، پرتلاش، مسئولیت پذیر و خوشبین. اصلا ناامید نیست و میدونه کارهای ثمر خواهد داد. نمیبره از کار، رها نمیکنه کار رو، پرچم رو زمین نخواهد گذاشت. و بدانید که بهترین اعمال در نزد خدا انتظار فرج هستش. اینم یک روایت. خب دو تا روایت دیگه هم بخونم بس هستش. بس خیلی طولانی هستش، زیادم مصدده شدم، ببخشید. این دو تا روایت هم بخونم کفایت میکنه برای امشب. من ثبت علی ولایتنا فی غیبت قائمنا اعطاه الله اجر الف شهید مثل شهداء بدر و احد. حضرت از سجاد علیه السلام هست میفرماید کسی که در زمان غیبت به ولایت ما ثابت بمونه، به ولایت ما در زمان غیبت کسی ثابت بمونه، خداوند به او اجر هزار شهید از مثل شهدای بدر و حنین رو، بدر و احد رو عطا خواهد کرد. کسی تو این زمان بتونه ثابت بمونه و حضرت فرمود که نبی اکرم صلی الله علیه وسلم لا تزال شیعتنا فی حزن حتی یذهب ولدی الذی بشر به. اینو از سجاد علیه السلام فرمود که شیعیان ام حضرت عسکری معذرت میخوام، شیعیان ما دائما در حزن هستن، در غم و اندوه هستن تا این که چی ظاهر بشه پسر من، فرزند من که پیامبر بهش بشارت داد. یعنی این مشکلات داریم فی حزن، یعنی تو سختی هستن دیگه، در سختی هستن، در مشکلات هستن، در غم هستن. که وقتی او زور کنه و او شادی و واقعی، شادی واقعی و نشاط واقعی رو به دلها برگردونه. مجموع صحبت ما چی شد؟ این شد که ما در شرایط خاصی داریم به سر میبریم الان و واقعا در عصر ظهور هستیم و وظیفه‌ای داریم که باید انجام بدیم در مقابل امام زمان. در واقع امام زمان به ما احتیاجی نداره ها. اینو باید بدیم، ما هستیم که باید عمرمون و استعدادمون و جوانیمون رو شرافت بدیم به این که انتصابش بدیم به کی؟ به اسلام. آیه که اول بحث خوندم این هستش و نورید و انمون نال الذین استضعفوا فی الارض. ما اراده کردیم که منت بگذاریم بر مستضعفین زمین و او رو و اونها رو امام و وارث زمین قرار بدیم. چی فکر میکرد وقتی امام انقلاب رو پرچمش رو به دست بگیره؟ شما عکسای اول فیلماش رو نگاه کنید، فیلمای زمان انقلاب رو، پاچه گشادا، کسایی که یقاشون رو کتشون بود، خط ریشا تا اینجا، اینا رفتن شهید شدن، اینا رفتن. خداوند چجوری اینها رو آماده کرد و مهیا کرد در شهادت؟ چه پرچم زمین نخواهد موند. الاسلام یه علو ولا یولا علی، اسلام غلبه خواهد کرد، هیچ چیز به او غلبه نخواهد کرد. ولی چه خوب است که این شرافت نصیب ما بشه و ما باشیم که با اراده و اختیار انتخاب بکنیم
مقام والای سربازی امام زمان علیه السلام رو خودم انتخاب بکنم، بذار دیگران کار هر کاری میخوام بکنم بکنم، بذار اونها دنیاشون رو شیرین‌تر و آبادتر بکنم. و در عین تلاش، مسئولیت پذیری، کار کردن، باید منتظر باشیم، منتظر آماده، همونطور که مثالش هم خدمتتون عرض کردم، منتظر آماده. این میشه برکت عمر، این میشه مصرف درست عمر، که انسان بد خجل و شرمنده نمیشه از مصرف عمرش و از مصرف زبانش. زشت از حضرت بیاد ما سرونو پایین بندازیم. یادتون هست جنگ بود، یه دی رفتن جنگ با همه امکاناتشون، با همه وجودشون، یه دی نرفتن و الان جلوی بچه، اون موقع شاید زن و بچه نداشتن ولی الان شرمنده بچه‌شونن، الان شرمنده زنشون هستن، الان شرمنده وجدانشون هستن که اصلا به دست نگرفتن و نرفتن به جنگن. حتی اگر از جنبه دینی هم که نگاه نکنیم، از جنبه ملی هم اینها هیچ وقت پرچم دفاع از مملکت خودشون رو به دوش نکشیده و شرمنده هستن و همه کسایی که رفتن الان تو وجود خودشون احساس آرامش میکنن، پیش زن بچهشون سربلند هستن. نیاد زمانی که حضرت بیاد و ما هیچ کاری نکرده باشیم، در زمان غفلت ما بیاد، در زمان غفلت ما بیاد و ما هیچ کاری نکرده باشیم، اون خیلی شرمندگی غیر قابل جبران هستش، سوزش و حسرتش غیر قابل جبران هستش، یه طوری باشه که به حال راحت باشیم اون موقع. دوست داشتم در مورد این حدیث شریفه که فرمود در مورد امام زمان، شناخت امام زمان، من عرف امامهو، حدیث خوبیش بذارینم براتون بخونم از امام صلی الله علیه وسلم. من عرف امامهو ثم مات قبل ان یرا هذا الامر کان له مثل اجر من قتل معه. میخوان اگر کسی امام زمانش رو خوب بشناسه و بمیره قبل از ظهور، مثل کسی هستش که همراه حضرت به شهادت رسیده. شناخت حضرت خیلی مهم است. امام رو بشناسیم درست. ما فرصت نیست که در این باب صحبت کنم، ولی بدونیم که وظیفه ما این هست که حضرت رو خوب بشناسیم. نگیم حضرت در غیبت به سر می‌برد، ما غایب هستیم برادر، حضرت عین ظهور رو داره. پس میگه در دوران غیبت، یعنی نه که در دوران غیبت حضرت، الان میگن غیبت حضرت، ولی ما غایب هستیم، حضرت اصلا غایب نیست، ما بیچاره ایم و گرفتار هستیم. انشاءالله خداوند تبارک و تعالی همه ما رو از منتظران واقعی حضرت قرار بده. حضرت رو از ما راضی و خوشنود بفرمان. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. آمین.